بله، ما مردم ایران هیچ کس رو غیر از خودمون نداریم و شبکه من و تو تنها صدای واقعی مردم ایران بوده و هست. حالا که تمام دنیا جمع شدن یه جمهوری من درآوردی دیگه خلاصه به ما غالب بکنن و یه 40-50 سال دیگه هم دوباره ما رو سر کار بذارن با اون جمهوری من درآوردیشون و در قبل اون در پشت پرده اموال ملت ایران رو معامله کنن، با اون دست نشانده و بالا بکشن و به صورت مستقیم حالا به بهانه‌های مختلف مثل تحریم، بلوکه کردن، خسارت زدن آن دست نشانده، لولو خورخوری که میارن، بالاخره به بهانه‌های مختلف دیگه، پول ملت ایران و ثروت مردم ایران که باید خرج رفاه مردم ایران بشه خرج خودشون بکنن و اقتصادشون رو قوی‌تر بکنن، هرچند که در 40-50 سال اول از ورشکستگی نجات پیدا کردن، در 40-50 سال دوم هم میرن برای تقویت بیشتر اقتصاد خودشون. از همون خاورمیانه و شرق و غرب و هر جا شد که نگاه بکنیم کمر بستن به خلاصه مصادره خوشبختی مردم ایران. ولی خب ما مردم ایران هم خیلی باید احمق باشیم، عذر میخوام که 40-50 سال دیگه دوباره یک کلاه دیگه شون بذاریم، شما بذارید سر ما با یه جمهوری من درآوردی دیگه که هر کدومتون هم یه بودجه داری تأمین میکنید برای یه رسانه‌ای و شخصیت سازی میکنید، شخصیت‌هایی که مردم ایران اصلا قبولشون ندارن، باشون مصاحبه میکنید، میارینشون بالا، سعی میکنید، اصرار میکنید که ما مردم ایران رو به ما اونا رو بقبولونید که اینا خدمتگزار و واقعا دنبال منافع مردم ایران هستن. ما مردم ایران تشخیص میدیم که کی منافعمون رو تأمین میکنه و چه کسی دنبال منافع ایرانه و اون شخص کسی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی. درود به شبکه من و تو، برقرار باشید.